ورزگوی سپارتاک شهر خوجند و همچنین ولایت لنین‌آباد. اون وقت همین گونه هم نام داشت. در این ورزشگاه برای برگزار کردن بازی رفت جام جامداران کنفدراسیون فوتبال روسیه دسته نامدار پختکوی توشکان با این ورزشگاه آمد و با دسته خوجند وخوری اولین خود را برگزار نمود. ما همین گونه خیلی خوش فوتبال بازان دسته ها را قبول میکردیم و آنها گل تقدیم میکردیم نشان دوستی. و حالا الله بردی سپایف طور ما شما دیدیم کپیتان های هر دسته فخرالدین شریپوف و همچنین ایگر شکویرین را به نزد خود خوند و بازی هم شروع شد. فوتبال بازان دسته خوجند با پیراهن های سرخ خطی هجوم آنها خیلی امروز ماهرانه بازی میکرد. اصلا کناری راست که آنجا انور نورکلوف بود خیلی هجوم های برپا رو تشکیل میکرد و خطی حمایه دسته پختکا رو در تشویش میگذاشت. حالا باز این یک هجومه که فوتبال بازان دسته خوجند سامان دادن، ولی محافظتگران نمیگذاشتند که آنها به خطی پیش آیند. میدونید در حیط دسته خوجند کیها بازی میکردند؟ بیاید شناس میشویم. در مزبون نسیم باروتوف، رقم دو انور شکوروف، رقم سه شهرت عمروف، رقم چهار طالب عثمانوف، رقم پنج فخرالدین شریپوف، رقم 20 روشن معروفیف، 18 جمیخون محیدینوف، 8 شریف زیویف، رقم 9 انور نورپولوف، رقم 10 احسان یلدوشف و رقم 11 معمور بکنظروف. هجوم های پیوسته فوتبال بازان دسته خوجند می توانست با گل انجام یابد، اما در این ضربه که حالا زده می شود دوستان گرامی بسیار ضربه عالی بود. میگم که این انور نورقلوف بود. توپ بسیار خوب به سوی دروازه پرواز کرد، اما پاول بوگالو دروازه‌بان دسته پختکور اون رو برگردونید. حالا لحظه تکرار این حالت هم می شود. در قسمی اول که فوتبال‌بازان دسته خوجند تقریبا 9 ضربه کنجی زدن که اون خطرناک بود اما بی نتیجه. حالا باز جامیخان محیدینوف این حالت رو برگردون خوب استفاده برده نتوانست و این ضربه بود که پاول بوگالو اون رو برگردونید. در حیط دسته پختکور هم بازیگران نامی بودند. باز ضربه کنجی رو می‌بینید. بازیگران نامی بودند اما در حیط این دسته نبودن میرزاول قاسیموف احساس کردید. به هر نوع نیکلای شیرشوف عضو دسته منتخب ازبکستان تحت رقم 8 بازی میکرد. رستم شوی مردونوف او هم عضو دسته منتخب ازبکستان تحت رقم 3. 11 صابر هودیف، 2 داورون نورماتوف، 6 اوتابک پیرماتوف، 7 الکساندر خواستونوف، 5 بختیار همبرالیف، 9 اندرسون برزیلیگی، 10 ایگر شکویرین و 4 مروت علیف بودن. حالا ببینید هجوم های پی در پی فوتبال بازان سوهیل سیر رو که چگونه پاول بوگال رو در حیرت می گذاشتن. پی در پی ضربه های کنجی رو باز همون انور نورکلوف به اجرا می رسونید، ولی به موفقیت کامیاب شدن بسیار دشوار بود. اینجا هم ببینید، اینجا هم از پای محافظتگر قریب بود که توپ وارد توری دروازه گردد. به هر نوع هنرنمایی دسته خوجند ارزنده بود و مخلصانی که در این پایه در ورزشگاه بودن بسیار هم با وجد می اومدن. اینچنین سرمربی دسته خوجند ولادیمیر یژوروف بود، مربی شایسته تاجیکستان. با این دسته همچنین رستم معروفیف به حیث سرگوی دسته فعالیت میکرد و دسته خوجان اون وقت یکی از دسته های پرقوت تاجیکستان به حساب میرفت. حالا هم طور میبینیم تنها چمپیون نشده است، ولی مبارزه از همون وقت ادامه میافت. بار دیگر باز فوتبال بازان دسته خوجان به پیش میآیند. این علاقه در حال ما این نورها رو پیشکش میکنیم که نیمه دویم آغاز شد و فوتبال بازان دسته پختکور ازبکستان هم هجوم های خود رو شروع کردند، اما نه آنقدر خوب. به حالا ببینید باز یک هجوم دیگر اینجا انور نورکلو بسیار عالی میگذرد و توپ رو با همدسته خود اینجا هوا میدهد و ضربه که اینجا توپ با ستونی دروازه برمیخورد. حالا یک مورد دیگر اینجا دوستان گرامی، این حالا منصور جان کریم جانوف بود که در نیمه دویم با میدان اومد و شریف زیویف رو ایواز کرد، یا منصور جان یا شریف جان کریم جانوف، و او توپ رو با ستونی دروازه کوفت. هجوم نوبتی فوتبال بازان دسته
خوجند اینجا باز یک حمله خوب بود ولی خدای بزرگ جمی خون مویدینوف در میدان نزد دروازه ویران کرد و همین هجومی که اون فوتبالیست‌های دسته پختکور می‌کنن این هم یکی از هجوم‌هایی بود که در قسم دوم با چشم رسید ولی نه آنقدر طوری که گفتیم خوب است. فوتبالیست‌های دسته خوجان باشند از حساب اون که مخلصان هم اینجا بودن میدان خودی بود خوب بازی کردند اما بازی دسته پختکور بعد به میدان اومدن عظمت عبدالرحیمو بهتر شد ولی فوتبالبازان ما توانستند که حساب رو باز کنند. حالا ببینید اینجا انور نورقلوف با احسان یولدوش در از توب هستند و انور نورقلوف بسیار هم یک ضربه اولیه رو اجرا میکند که ما شما خواهیم دید. این توب دیواری محافظ رو بینید فوتبالبازان دسته پختکور گمون کردند که از این حال بیرون میشن اما این طرف نشد و فوتبالبازان دسته خوجند حساب رو باز کردند و با یک قوه نیروی نو حساب در این واخوری کشوده شد. این همون حالتی هست که حالا ما و شما دوستان گرامی اینجا میبینیم تجلیل گل است و جمیخان مویدینوف حساب را باز میکند 1-0 ولی فوتبالبازان دسته خوجند این حالت را در همون وقت برطرف کردند که فوتبال بازی برزیلیایی اندرسون توانیست که یک حالت را استفاده برد حالا این منظور ما میگرد و حساب رو برابر کنند. به این نگاه نکره فوتبالبازان دسته خوجان باز گل ببینید چگونه انور نورقلوف این هولاد رو برطرف میکند. جمیخان مویدینوف با صورت بلند به پیش میرود و اینجا یک ضربه اولی از جانب مامور بکنظر زده میشود. این گل دویم بود اما در اینجا قاعده رو داوری وخوری سپایف ویرون شده حساب کرد و این توپ به این نوبت گرفته نشد اگر نه خوجند با حساب 2-0 به سمت پیش میرود. به این نگاه نکرده فوتبالبازان دسته خوجند خوب هم خوب حمایه میکردند و خوب بازی میکردند ولی طوری من به شما گفتم همون هجومی که حالا فوتبالبازان دسته پختکور اینجا انجام دادند توپ با ضربه سر از جانب محض همون اندرسونی برزیلیایی زده شد و حساب برابر شد 1-1. نتیجه 1-1 برای فوتبالبازان دسته پختکور بهتر بود چون که در میدان خود بازی برگشت رو برگزار میکردند و فوتبالبازان دسته خوجند باشند از این غلبه که خیلی نزدیک بود همگی 10 دقیقه تا انجام نرسید برخوردار نشدند و در نتیجه بازی با حساب 1-1 به پایان رسید. هرچند اینجا امکانات خوب بود انور نورقلوف بود به هجوم میگذشت باز موردهای درستی گلزنی رو به وجود میوردند اما غلبه از دست رفت و اینجا باز یک هجوم دیگری که پختکور انجام داد نسیم باروتوف بود و شروع این توپ رو برگردان حالا ببینید یک مرتبه دیگر و نیکلای شیرشوف توپ رو به میدان نزد دروازه پرتافت نسیم باروتوف اون رو برگردونید و اینجا ضربه فکر میکنم که از جانب اندرسون بود که باز میتوانست یک توپ دیگر رو وارد دروازه کند. به همین طور بازی اولی این دسته ها با حساب 1-1 خاتمه یافت و فوتبالبازان دسته خوجند اکنون به بازی دیگر میروند که اون بازی هم پیشنهاد شما میگردد.